روز عاشورای حسینی در یزد غوغایی برپاست و مردم هر منطقه از این استان کهن با برگزاری آیین‌های ویژه در برگزاری مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین سنگ تمام می‌گذارند. مردم اشک‌زر آیینی منحصر به فرد خود در ایام عاشورا را دارند که اغلب این آیین‌های نمادین فلسفه و پیشینه شنیدنی دارد. مراسم عزاداری در حسینیه سفید از شب اول محرم با کاروان غم شروع شده و با برپایی مراسم عزاداری، نوحه خوانی و تعزیه گردانی در روز تاسوعا و عاشورای حسینی به نقطه اوج میرسد. آن چه که از گذشتگان سینه به سینه نقل شده به ما رسیده، این مراسم چیزی در حدود 300 سال خدمت می‌کند. پیش از آن که روز مراسم نخل گردانی فرا برسد، باید نخل آماده شود و تزیین گردد. به آماده سازی و آرایش نخل، نخل‌آرایی می‌گویند که کاری زمانبر است و باید با دقت بسیاری صورت گیرد. در نخستین دهه محرم و بیشتر 2 تا 3 روز مانده به تاسوعا، نخل بستن را آغاز می‌کنند. نخل با عظمت واقع در حسینیه اشک‌زر، نظر همه بازدید کنندگان از این شهر تاریخی را به خود جلب می‌کند. حتی از ابتدا به این تفصیل و با این عظمت نبوده، همونطور که حسینیمون قبل هم این عظمت نبوده. حسینیه قبلمون چیزی در حدود 25 متر در 25 متر فضا داشته که الان یک زلش باقی مونده و بعد از توسعه شده یک فضای 100 متر در 100 متر. ما چیزی که برآورد کردیم با طبقات بالا و میان و پایین، نفراتی که میتونن مستقر بشن، چیزی در حدود 30,000 نفره. معمولا هم این تعداد مستقر میشن و میان. بی سر نبینت فکرت. حسین حسین نوایی است که این عزاداران زیر لب زمزمه می کنند در حالی که دستان یکدیگر را می گیرند. قف کردن دستا در یکدیگر نشانه اتحاد و احترام نسبت به امام حسین هستش. این عزاداران روز عاشورا از اولین ساعت روز دور هم در این حسینیه جمع میشن و دوباره یاد می کنند از امام حسین و شهدای کربلا. مراسمی که جوش دور نامیده میشه سال هاست در این حسینیه توسط مردم شهر اشک‌زر برگزار میشه. یکی دیگر از آیین‌های این شهرستان مراسم سنتی جوش دور است که در نوع خود بی‌نظیر و تماشایی است و حزن و اندوهی در خود نهفته دارد. جوش دوره در اشک‌زر رسمی خاص و شاید منحصر به فرد باشد که در روز عاشورا در حسینیه سفید اجرا می‌شود. در صبحگاه 10 محرم نوحه خوان این مراسم از بلندگو با نوحه خاصی مردم را به شرکت در این مراسم فرا می‌خواند. عزاداران ابتدا مرثیه و نوحه‌ای که غم انگیزی این روز را حکایت می‌کند می‌خوانند و سپس دست در دست یکدیگر داده و گرداگرد نخل و خیمه‌ها در حسینیه حلقه‌ای تشکیل می‌دهند. Thank you.
از توریست‌های خارجی و اقلیت‌های مذهبی را به خود جذب می‌کند. اشکزر از جمله شهرستان‌هایی است که آیین‌های کهن عزاداری مردم آن روز در روزهای تاسوعا و عاشورا بسیار است و حتی شهرت جهانی یافته، به نحوی که امروز بسیاری از گردشگران خارجی مهمان مردم اشکزر در حسینی سفید این شهر بودند. This is really a huge opportunity for us as foreigners to have the possibility to watch the ceremony of Ashura. So when I came to Iran first, I didn't know this ceremony is going to happen, and I'm really thankful that the people in Iran bring us to see the ceremony, and we have really a great time and also a good explanation about what is happening here. همانطور که میدانید، تعزیه به معنای متعارف نمایشی است که در آن واقعه کربلا به دست افرادی که هر یک نقشی از شخصیت‌های اصلی را بر دوش دارند نشان داده می‌شود. این نمایش نوعی نمایش مذهبی و سنتی ایرانی و بیشتر درباره کشته شدن حسین ابن علی و مصائب اهل بیت است. ما در حسینیه سفید شور حسینی گویا طور دیگری است. همه با همت و یاری یکدیگر وقایع و رویدادهای روز اول تا ظهر عاشورا را به عرصه نمایش می‌گذارند تا بار دیگر همه از نزدیک یادآور سختی‌ها و مصائبی که بر امام حسین علیه السلام و یارانش گذشت بشوند. It's very impressive to me, and what struck me most is that all people join in. It's not like it's something happening separately from the people. It's the people are involved, and that's really special, I think. So it really shows a sense of community. I think that how the story was played out, there was something happening everywhere, so it was interesting to watch the whole time, and the story was well portrayed. از دیگر رسوم کهن شهرستان اشکزر که قدمتی دیرینه دارد و هر سال مشتاقان را از سراسر کشور و حتی دنیا به خود جذب می‌کند، مراسم نخل برداری است. این مراسم از دیرباز نزد یزدی‌ها مرسوم بوده است و جذابیت خاصی دارد. نخل نمادی از تابوت امام حسین علیه السلام است که چوب بستی عظیم به شکل برگ درخت است. در خصوص حمل و گردانیدن نخل‌ها یک پارچگی و اتحاد خاصی حاکم است که هر بیننده‌ای را متحیر و مجذوب می‌کند. دومین بزرگترین نخل استان یزد هم‌اکنون در شهرستان اشکزر قرار دارد و هر سال در عاشورا جمعیت عظیمی در مراسم نخل برداری شرکت می‌کند و صدها نفر از مردان این سمبل عظیم را بر دوش می‌کشند و گرد حسینی سفید به حرکت در می‌آورند. به عنوان به اصطلاح تشییع تایی کریم و تهر امام حسین علیه السلام این نخ برداشته میشه و مردم عزاداری میکنن. معمولاً پس از اتمام مراسم نخل برداری عزاداران تا غروب آفتاب به عزاداری ادامه میدهند و پس از غروب آفتاب و اذان مغرب و خواندن نماز مراسم شام غریبان آغاز میشود. عزاداران شمع در دست به نشانه تاریکی بیابان کربلا و پراکنده شدن کودکان خردسال خانواده امام حسین علیه السلام در آن بیابان در غروب عاشورا به مراسم دهه اول ماه محرم خاتمه میدهند. روز عاشورا تموم شده ولی هنوز با فرستن شب حزن و اندوه مردم باقی مونده. امشب شام غریبان مردم با اومدن به مساجد حسینی‌ها و اماکن متبرکه یاد می‌کنن از غربت، معصومیت و مظلومیت امام حسین و یارانش.
مراسم سنتی عزاداری شهرستان اشکزر در روز عاشورا با جوش دوره کلید می‌خورد و با نوحه خوانی، تعزیه گردانی، نخل برداری و در نهایت مراسم شام غریبان امام حسین علیه السلام به پایان می‌رسد و پس از آن روزه خوانی و شبیه گردانی تا پایان ماه محرم ادامه دارد. شرکت در مراسم‌های مذهبی با آداب و رسوم گوناگون دریچه‌ای برای شناخت فرهنگ جوامع را به روی شما می‌گشاید و در کنار آن حال و هوای متفاوت به عزاداری های شما می دهد. فاطمه معصومی، برنامه ایران.